در گوشه بازار ولسوالی رستاق تخار کار پیرمردی را به تصویر میکشیم که 50 سال است با چرم سر و کار دارد و با استفاده از ساده ترین وسایل چمبوس میدوزد. رحمت الله 68 ساله این حرفه را که از نیاکانش به ارث برده در کنار تامین زندگی تلاش میکند تا از نابودی محصول کار چندی نسل جلوگیری نماید. اینه کار ما اینه امی پوستی بز است، از چرمی بز است، از گاوی است، از چرمی آوو است، از خیرام است، گوسفند است. اینه کسوه ما از امی است. این چمبوس دوز مشهور رستاق یک جوره آن را در یک روز تولید می کند و مشتریان آن مردمان مالدار و دهنشین هستند. وی تأکید می کند با افزایش تولیدات صنعتی در بازارهای کشور علاقمندی مردم به تولیدات سنتی کمتر شده است. این در رستاق فروخته می شود، در تخار فروخته می شود، در مزار می شود، سیب در قندز می شود، حتی خارج می رود که تاجکستان، ازبکستان، آنه امریکا و تمام کشورها می رود، ایران می رود سیب. علاقمندان چمبوس در حالی که کیفیت کار این تولیدات وطنی را ستایش می کنند، اما از مردم می خواهند تا به خاطر حمایت از صنعتکاران و ارج‌گذاری به زحماتشان محصول کارانان را خریداری کنند. در پای دردی فایده دارد، دیگه ای در درجه حرارت که اگر در 45 درجه حرارت گرمی باشد در پای بوی نمیگیره و دیگه یک فایده از این است که وقتی زمانی از که ما گندم چیزا را درو کردن میریم، ما همون چیزی که در زیرش میمونه برای سفاره میگیم و این چمبوس که است او سفاره از چمبوس تر نمیشه و دیگه به پای ضرر نمیرسونه، بسیار فایده چمبوس بالا است. چمبوس ولسوالی رستاق ولایت تخار به 5 نوع میرسد که مشهورترین و با کیفیت ترین آن چمبوس از نوع پوست آهو است که قیمت یک جوره آن به 5000 افغانی میرسد و بیشترین مشتریان این چمبوس افراد سرمایه‌دار و مالدار هستند. عتیق‌الله عتیش، تلویزیون ملی ولسوالی رستاق ولایت تخار.